رئیسی تو اجلاس سران کشورا تو عربستان 10 راه کار برای بحران منطقه داد، از جمله اینکه کشورهای اسلامی به غزه سلاح بفرستند. و اما دهمین اقدام، کشورهای اسلامی با تسلیح مردم فلسطین آنها را در مبارزه با اشغالگر جنگ جنگ‌افروز کمک نمایند. این در حالیه که خودشون قسم آیه میخورن که ما سلاح به غزه نفرستادیم. خیلی ها جمهوری اسلامی رو متهم میکنن و مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که در سلاح رسانی به نیروهای مقاومت در منطقه فعاله، از جمله همین غزه و کرانه باختری. دلیلتون برای اینکه این اتفاق نمیفته چیه؟ چجوری ما سلاح رساندیم؟ از زیر آب؟ از توی هوا؟ اگر ما یه همچی کاری میکردیم که تو دنیا هو میکردن ما رو. حالا 2 بعد از لاف زدن رئیسی تو عربستان، یه خبرنگار عرب تو تهران ازش پرسیده پیشنهاد ارسال سلاح به غزه رو که کردی چند تا کشور حمایت و همراهی کردن؟ جواب رئیسی رو ببینید. در نشست کشور اسلامی اشاره کردید به ضرورت مسلح کردن ملت فلسطین. اولا چه کسی با شما هم نظر هست یا هم نظر بود در نشست کشور اسلامی در خصوص این پیشنهاد و آیا همراهی حداقل در خفا و نه حتی در علن دیدید در این زمینه؟ ببینید، اون چه که من در اون سخنرانی گفتم این بود که مردم رو در دفاع از خودشون، دفاع از بچهشون، دفاع از خونهشون باید مجهزشون کرد. اون چه که من در پیشنهاداتم گفتم این بود و از طرف هیچ کدوم از کشورها مورد سوال و مذمت قرار نگرفت و به نظر من یک به این ترتیب ضمن اعتراف به این که هیچ کس مزخرفاتش رو تحویل نگرفته، خوشحالم هست که سران کشورها به خاطر این پرت و بلاها سرزنشش نکردن. بعدش هم با یه فقره عقب نشینی به جای تسلیح میگه تجهیز و اینطوری قضیه رو ماسمالی میکنه.